با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. روز جمعه 27 ژانویه 2017 دونالد ترامپ دستور اجرایی را با عنوان محافظت امریکا در مقابل تروریستا امضا کرد که بر اساس آن ورود پناهجویان به امریکا برای مدت 4 ماه معلق شده و بازدید شهروندان 7 کشور شامل ایران، عراق، لیبی، سوریه، سومالی، سودان و یمن برای 3 ماه ممنوع اعلام شده بود. به دنبال دستور اجرایی ترامپ، تظاهرات وسیعی در سراسر دنیا به راه افتاد و دادگاهی در سیاتل این دستور اجرایی رو به حالت تعویق درآورد و اخیراً دادگاه فرجام فدرال امریکا نیز درخواست فوری فرمان اجرایی ترامپ را به حالت تعلیق درآورد و به موافقین و مخالفان تا 6 فوریه فرصت داد که دلایل خودشون رو به دادگاه فرجام ارائه دهند. از طرف دیگر ترامپ طی چندین پیام توییتری به ایران اخطار داد و گفت ایران با آتش بازی می کند. آنها متوجه و قدردان آن نیستند که اوباما تا چه اندازه با آنها مهربان بوده. من مهربان نیستم. همچنین در یکی از پیام‌های توییتریش دونالد ترامپ به ایران اخطار داد که ایران به دلیل شلیک موشک رسماً تحت نظر قرار گرفته است. در برنامه امروز رو در رو ما با آقایان علی جوادی و شایان آریا از قطب کمونیسم کارگری، علی جوادی و آقای شایان آریا از قطب حزب لیبرال مشروطه خواهیم بود و نظرات مهمانان برنامه امروز رو در ارتباط با پدیده ترامپ، سیاست ترامپ نسبت به ایران و اروپا جویا خواهیم شد. با سلام به شما آقایان علی جوادی و آقای شایان آریا و با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه امروز رو در رو قرار دادیم. منم به شما و آقای آریا سلام میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. درود بر شما جناب احمدی و آقای جوادی، امیدوارم که حال هر دو خوب باشه و خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم آقای آریا. من از سوال اول از شما شروع میکنم. شما در ارتباط با دستور عمل اجرایی جدید دونالد ترامپ که با موج وسیعی از واکنش‌های اعتراضی در امریکا و در سراسر دنیا روبرو شد، نظرتون چیه و فکر می‌کنین که این دستور عمل روی چه نکات محوری می‌خواد انگوش بذاره؟ شما با من بودید وقتی من بله بله، چون میکروفونتونم بازه گفتم اگه لطف کنید شما جواب بدین. بله بسیار خوب. به هر حال همونجوری که شما فرمودید این یک دستور عمل دولتی است که آقای ترامپ تصمیم گرفته است که ورود پناهندگان از 7 کشور رو و حتی ویزاها رو به طور موقت قطع بکنه و پناهندگان رو به اصطلاح متوقف بکنه تا اینکه بدونن که کی داره میاد کی نمیاد. البته خب این مایه تأسف است به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که در شرایط بدی هستن و امید داشتن که بتونن به امریکا بیان، حالا چه در سوریه چه در جاهای دیگه، اینها با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، کارشون به تعویق خواهد افتاد و معلوم نیست که به اصطلاح بتونن وارد امریکا بشن یا نه. ولی به هر حال این سیاستی است که آقای ترامپ در اجرای وعده‌های انتخاباتیش داده و این رو هم نباید ما از نظر دور داشته باشیم که گرچه ما با این سیاست ترکل مخالف هستیم، اما به هر حال این حق هر کشوری هست که اگر خواست به اصطلاح کسانی که به اون کشور میان یا میرن رو ورودشون رو محدود بکنه یا شرایطش رو مشکل تر بکنه. البته این حرفی که من میزنم به عنوان دفاع از این سیاست نیست، بلکه به عنوان یک امری است که خب به هر حال همه کشورها این محدودیت‌ها رو دارن، منتها خب در مورد رابطه با امریکا و آقای ترامپ هر شبت که این حساسیت‌های بیشتری رو برانگیخته. شما این 7 کشور رو اگر نگاه بکنید، حالا ایران رو اگر
بذاریم به کنار، یک وجه مشترکی که دارن این هست که این کشورها، این شش کشور، حالا سومالی، سودان، یمن، عراق، سوریه، لیبی، اینها کشورهایی هستن که در اونها به اصطلاح گروه های تروریستی و اسلامگرایان تندرو در اونجا عملیات گسترده دارن، پایگاه دارن، طرفدارانی دارن. هر شبت که بعد همراه با این دولت های به اصطلاح چیزی هم ندارن، دولت های مقتدر و چیزی هم ندارن، دولت هاشون در سوریه که به هیچ عنوان دولتی نمیشه گفت به اون شکل وجود داره، دولت بشار اسد در مناطق خاصی کنترل داره، در یمن به همین شکل جنگ داخلی، سودان و سومالی و اینها هم همینطور، عراق هم با اینکه به هر حال دولتی داره با امریکا هم کار میکنن، ولی این رو نمیشه در نظر نگرفت که بخش‌های وسیعی از عراق این گروه‌های تندرو اسلامی و آیسس در اونجا فعالیت‌های زیادی دارن. آقای ترامپ مایل هست که کسانی رو که از این کشورها میخوان به امریکا بیان روشون کنترل بیشتری بشه و مواظب باشن که آدمای ناجوری به اصطلاح وارد امریکا نشن. بله، ولی شما توی بله اگه اجازه بدین چون وقتمونم بله، شما در صحبتاتون اشاره کردین که علارغم که با این مسئله مخالفین، ولی بر صورت خود امریکا به خاطر امنیت و منافع خودش این سیاست رو در نظر گرفته. به خاطر روشن شدن مسئله می‌خواستم ببینم که شما با این سیاستی که دولت ترامپ اتخاذ کرده، علارغم این که اون نکته‌ای که مطرح کردین به خاطر امنیت خودشون، آیا با این سیاست موافقین یا مخالفین؟ ببینید، اگر من به طور کل با اینکه امریکا کنترل بیشتری داشته باشه روی کسانی که میان امریکا، مخصوصا از مناطقی که در اونجا اسلامگرایان تندرو فعالیت دارن، موافق هستم، ولی با این، با نحوه‌ای که اینطور اجرا شد و به اصطلاح کانفیوژن و گیجی که در همه ارکان دولت امریکا به وجود آورد، با نحوه عملش مخالف هم شخصا. بله، خیلی من میتونست بهتر عمل بشه، میتونست درستر عمل بشه، ولی به هر حال متاسفانه این نتیجه، بخش بزرگش نتیجه عملکرد آقای اوباماست در این 8 ساله گذشته و دولت های قبلی امریکا هم همینطور. بله، و این بکلشی که شما میبینید از طرف یه بخش بزرگی از جامعه امریکا، شما همین الان آمار رو اگر نگاه کنیم با تمام تظاهرات وسیعی که بر علیه این دستورالعمل در سرتاسر امریکا دیدیم، شاهدش بودیم، با این حال نظرسنجی ها میگه که 47% از مردم امریکا با این دستورالعمل موافق هستند. این تقریبا نیمی از مردم امریکا موافق هستند و این نشون دهنده این هست که به هر حال جامعه امریکا تا حد زیادی به حق نگران این تندروهای اسلامی هست و میخواد به یک وسیله جلوی نفوذ اینها رو در امریکا بگیره، جلوی ورود اینها رو در امریکا بگیره. و به هر حال این کاری که آقای ترامپ میکنه، شما این رو نمیتونید به اصطلاح جدای از اتفاقاتی که در گذشته افتاده، سیاست‌هایی که دولت‌های قبلی داشتن، چه آقای اوباما، چه آقای بوش، چه آقای کلینتون، چه دیگران، اینو جدا بکنید. اجازه بدید نظر آقای جواد. بله، مرسی. اجازه بدید نظر. مشکلاتی وجود داشته که اینها مجبورن که الان عکس العمل نشون بدن. بله، مرسی. اجازه بدید نظر آقای علی جوادی هم در ارتباط با این فرمانی که ترامپ صادر کرده جویا بشیم. نظر شما راجع به این مسئله چیه و فکر میکنین چه زمینه‌ای باعث شده که این فرمان صادر بشه؟ ببینید، اجازه بدید آقای نکته اشاره بکنم. شما اشاره کردین که ترامپ توییت کرده و گفته که من مهربان نخواهم بود. این فکر میکنم شکست نفسی میکنم. ترامپ یک سیاستمداری هستش که نژادپرسته، سیاست‌های ضد انسانی داره و فاشیست شاید بیان بویاتری برای سیاست‌های رفتاری و سیاست‌های عمومیش باشه. به هر حال این شکست نفسی شو بهشون می‌بخشه. اما سیاست منع کردن ورود شهروندان 7 کشور که در لیست اومدن، در حقیقت سیاست تعرض به قربانیان حکومت‌ها و جریانات و دولت‌های اسلامی هستش. یک سیاستی هستش که مجازات دست جمعی رو مبنا قرار میده، یعنی افراد رو
به خاطر مکان تولدشون در جغرافیای معین مورد تعرض ارتجاعی قرار میده، تر و خشک رو میخواد با هم بسوزونه و صرفاً به جرم اینکه در مکان معینی متولد شدن که هیچ نقشی در به اصطلاح مکان تولد نداشتن، تبعیض به اصطلاح ضد انسانی رو بر مبنای کشور محل تولد برشون اعمال میکنه. این سیاست حتی با سیاست‌های پیشینی که مبنای شکل دادن به هویت آمریکا بوده، یعنی مثلا اگر به مجسمه آزادی نگاه کنه زیرش می‌نوشته که خستگانتون و گرسنگانتون و فراریانتون رو برای ما بفرستید، یا با حتی سیاست‌های لیبرالیستی حقوق بشر که حق سفر، حق سکنا گزیدن در هر گوشه‌ای از جهان رو به رسمیت می‌شناسه، یا حتی سیاست‌های انترناسیونالیستی ما کمونیست‌های کارگری که می‌گیم مرزی نباید وجود داشته باشه، جهان کنونی نباید بر مبنای کشور و غیر سازمان پیدا بکنه و این طوق لعنت حصارها و دیوارهای سیمانی که به دور کشورها کشیدن ضدیت با انسان به منظور در انقیاد و در کنترل قرار دادن انسان ها. به این اعتبار من فکر میکنم که یک تعرض بر علیه قربانیان رژیم ها و دولت های اسلامی هست به نفع جنایتکاران جمهوری اسلامی، دارودسته های تروریستی عمل خواهد کرد و به اونها زمینه خواهد داد که پروبال گسترده تری پیدا بکنن. و خوشبختانه ما در آمریکا و در بسیاری از شهرهای جهان شاهد این بودیم که مردم به خیابون ها اومدن، اکثریت توده های مردم به خیابان ها اومدن یا نظر خودشون رو بیان کردن، شعارهای مانند این که نه دیواری نه ممنوعیتی شعارهای اصلی بود، شعار این که هیچ انسانی به اصطلاح غیر قانونی نیست و انسان ها میتونن و باید حق رفت آمد و آزاد داشته باشن و غیره. تا اونجا اینکه به لحاظ سیاسی برمیگرده، همونطوری که اشاره کردم، این اقدامات اینچنین فاشیستی عملا روی دیگر سکه اقدامات تروریستی هستش که دولت ها و دستجات تروریستی اسلامی انجام میدن. علی جوادی، ولی در ارتباط با خود این اقدام معین، دونالد ترامپ مطرح کرده که هدفش مسلمانانی که در این کشورها زندگی میکنن نیست، هدفش ضد مردم نیست، بلکه من جمله در ارتباط با ایران هم اشاره کرده که تمدن بسیار وسیع این کشور داره، هدف دولت من معطوف به دولته و نه انسان. شما راجع به این مسئله چی؟ دروغ میگه. ببینید، شهروندان اون کشور رو ممنوع کردن، تمام شهروندان اون کشور رو ممنوع کردن، هرچند که اراجیفی مبنی بر این که من تمایزی بین مسلمانان و مسیحیان قائل میشم که خودش این تبعیض بر مبنای مذهب و یا تعلق به باورهای خرافی هستش. مهمتر از این، اگر به جامعه ایران نگاه کنین، جامعه ایران یک جامعه اسلامی نیست، جامعه که تاریخ درخشانی بر علیه اسلام و اسلام سیاسی که بر اون کشور حاکم شده به وجود آورده. اون مردمی که امروز قربانی شدن، مانع سفرشون میشن، مانع به اصطلاح مهاجرت و پناهندگیشون میشن، کسانی هستن که صفحات درخشانی در مبارزه علیه اسلام، اسلام سیاسی شکل دادن و جمهوری اسلامی هست که هر روزه سعی کرده با شمشیر خونین خودش بر علیه مردم اون جامعه رو اسلامی بکنه و موفق نشده. ترامپ عملاً سیاستش در خدمت جانیان جمهوری اسلامیه و نه چیز دیگه. مرسی علی جوادی. آقای شایان آریا، در ارتباط با این اقدام معین ترامپ، مخالفین این رو مطرح میکنن که ترامپ حرکتش یک اقدام راسیستیه و به جای اینکه بر دولت‌ها فوکوس بکنه و اون دولت ها رو مورد ضرب و یا در واقع مورد اقدامات خودش قرار بده، بر آدم ها و شهروندان اون جامعه تکیه کرده. شما راجع به این نگرشی که مطرح میشه نظرتون چیه؟ ببینید، خب متاسف، اولا من تصور نمی کنم این مسئله ریسیستی که آقای جوادی روش تکیه می کنم اصلا که اونقدر حقیقت داشته باشه در رابطه با این قضیه. ضد اسلام هم برخلاف اون چیزی که خیلی ها میخوان نشونش بدن به نظر من نیست، خاطر اینکه اکثر کشورهای مسلمان اصلا که شامل این بند نمیشن. همونجوری که عرض کردم، شما به این هفت کشور اگر نگاه بکنید، وجه مشترکشون این هست که در جوامع آنستیبلی هستن، جنگ های داخلی درشون هست، دولت های قابل اعتمادی ندارن که بشود با اینها کار کرد و حداقل اطلاعاتی راجع به پناهجویان و پناه خواهان گرفت.
ازشون. هرچند که در مورد ایران هم، ایران هم به هر حال حکومتی داره که 38 سال هست که با امریکا در حال جنگ، حداقل یک جنگ عرض شود که گاه سرد گاه گرم هست. در عراق اینها ضربات زیادی به امریکایی ها دارن، تمام اکثر کشته شدگان امریکا در عراق به خاطر این بمب‌های کنار جاده‌ای بود که ایران داده بود به این گروه های تون رو در عراق و هزار کارهای دیگری که شما هممون شاهد هستیم و میدونیم که اینا چیا کردن. متاسفانه نمیشود اعمال یک حکومت رو از مردمش جدا کرد یا مردمش رو 100% از اعمال حکومتی که دارن جدا کرد. همیشه همینطور هست، کارهای اشتباهی که یک دولتی یک حکومتی میکنه عواقبش رو اول از همه مردم خودش احساس میکنن و میبینن و وجهش رو میکشن. ما در همین ایران خودمون تمام سیاست های غلط و اشتباه و جنایتکارانه جمهوری اسلامی اولین قربانیانش خود مردم ایران هستن و این متاسفانه واقعیت است. در همه جا همینطور هست، این کارش نمیشه کرد. یعنی نمیشود گفتش که چون حساب ملت ها از دولت ها جداست عرض شود که ما یعنی یک حکومتی مثل امریکا حق نداره هیچ محدودیت برای هیچ کس قائل بشه. این محدودیت ها در قدیم هم بود، یعنی در زمان جنگ سرد هم از کشورهای کمونیستی اینها به سختی مهاجر میپذیرفتن، کلی سوال میکردن. یعنی اون زمانی که ما میخواستیم به امریکا در فرمایی که پر کرده بودیم یک سوالش همین بود، آیا شما کمونیست هستید؟ آیا شما عضو حزب کمونیست بودید؟ نبودید؟ عرض که عضو حزب فاشیست بودید؟ نبودید؟ این است که این محدودیت ها همیشه بوده، منتها حالا به خاطر اینکه این مسائل اسلامگرایی و موج مهاجران وسیعی که در اروپا و جاهای دیگه به وجود اومده یک وحشتی در عامه مردم به وجود آورده و حساسیت های خاص رو به وجود آورده. برای محدودیت ها همیشه بوده. در خود ایران هم دوستان ایرانیانی که ناراحت هستن و بعد از خودشون بپرسن که همجور که آقای جوادی فرمودن که کشورهای رو بخاطر مردمی رو صرفا بخاطر که در یه جایی به دنیا اومدن مورد مجازات قرار میدن، خود ایران همین کار رو میکنه، در رابطه با اسرائیل همین کار رو میکنه، در رابطه با خیلی کشورهای دیگر هم، در مورد خود ایرانیانی که در ایران به دنیا اومدن، اونجا وطن خودشونه، سرزمین آبا و اجدادشون هست. بنده آقای جوادی و به شما و بسیاری دیگر اگر بخوایم به مملکت خودمون، به سرزمین آبا و اجدادمون برگردیم ما رو مجازات میکنن و هزاری مرسی آقای آقای این چیزها همه هست و قابل مایه تأسفه ولی اجتناب ناپذیر. بله مرسی. آقای علی جوادی شما نظرتون در ارتباط با این مسئله چیه که الان آریان مطرح کردن که این حرکت ضد مسلمانان نیست و یا حرکت راسیستی نیست و اعمال حکومت رو متاسفانه نمیشه از مردم جدا کرد، شما راجع به این مسئله راجب این نکات به نظرم اجتناب پذیره؟ اتفاقا اجتناب پذیره. خیلی راحت میشد همونطوری که دادگاهی در سیاتل مکانی که آقای آریا قرار دارن رأی داده که گفتن یک سیاست تبعیض‌آلوده و هیچ کس بالاتر از به اصطلاح مفادی نیستش که در قانون اساسی آمریکا هست، کانستیتوشن آمریکا، و به این اعتبار حکم به لغو این فرمان ولایتی، من دوست دارم بهش بگم فرمان ولایتی ترامپ داده. ببینید این که حکومت ارتجایی جمهوری اسلامی سیاست مشابهی داره توجیه کننده سیاست فاشیستی و مشابه ترامپ نمیشه. اینها هر دو در یک صفحه تاریخ قرار دارن، دو روی یک سکه ارتجاع امروزی هستند که بر جامعه ایران و بر جامعه آمریکا و بعضا در جامعه بشری وجود دارن و تحرک دارن. اما جامعه بشری، انسانیت به دو جناح تقسیم نشده، سه جناح داره. در مقابل این جناح‌های ارتجایی مردم آزادی‌خواه وجود دارن و شریعت مترقی وجود داره که از هر دو جناح بیزاره و انزجار و نفرت خودشو چه از سیاست‌های حکومت اسلامی مبنی بر تعرض به مردم کشورهای دیگه، مشخصاً چیزی که اسم بردن مردمی که ساکن اسرائیل هستن و اساساً گناهی در سیاست‌های ارتجایی و دست راستی دولت‌های اسرائیل نداشتن، و چه در رابطه با ترامپ. شما نمیتونید به چش این مردم در ایران نگاه کنید و بگین اجتناب ناپذیره، شما قربانی سیاست های حکومت های خودتون هستید و به اصطلاح باید بسوزید و بسازید. این مردم
حکومت اسلامی رو خود آمریکا در دورانی که به اصطلاح رژیم شاه مسجل شد که قابل دوام نیست از دستش گرفتن، با هواپیمای ایر فرانس آوردنش ایران، ارتش رو به وفاداری ازش وادار کردن، جنرال هویزر رو بالا سرشون فرستادن و بر مردم حقنه کردن. حکومت اسلامی حکومت برخواسته از قلب مردم در جامعه ایران نیست، بلکه برعکس یک حکومت ارتجاعیه که سلطه سیاه خودش رو بر مردم حاکم کرده. قربانیان این سیاست الان توسط آمریکا گروگان گرفته میشن به جرم به اصطلاح تولد در اون کشور مجازات میشن، همونطوری که جمهوری اسلامی هر روزه مردم رو قربانی میکنه، هر روزه بر علیهشون تعرض میکنه. من سوالم اینه، آیا جدا نکردن مردم از دولت مجاز میکنه تعرض به مردم رو؟ آیا مجاز میکنه بمباران مردم رو، همونطوری که در عراق مردم بیگناه عراق رو به جرم جنایت‌های صدام حسین بمباران کردن با اتهامات واهی مبنی بر داشتن به اصطلاح بمب اتم و بمب‌های شیعیایی؟ به نظرم اگر ما تو چشم مردم نگاه کنیم نمیتونیم از این سیاست. مرسی آقای علی جواد. آقای شایان آریا، در ارتباط با همین سیاست معین راجب محدودیت ایجاد کردن برای این پناهجویان و شهروندان این چند کشور که مطرح شده، دونالد ترامپ و مبلغین این سیاست مطرح میکنن که در واقع ترامپ به خاطر حفظ امنیت مردم از امریکا از تعرض تروریست دست به این عمل زد. کسایی که منعقد نگرش ترامپ هستن این سوالو قرار میدن که اولا اقدامات تروریستی که در امریکا صورت گرفته، اکثر اقدامات تروریستی کسایی بودن که خودشون امریکایی بودن و تبعه این کشورهای معین در ارتباط با اقدامات تروریستی که تو امریکا صورت گرفته نقش کمتری داشتن. نکته دیگه که مطرح میکنن این که تروریسم در سطح جهانی، در واقع امریکا و دول غربی کمک کردن که تروریست در سطح جهانی پا بگیره. شما نظرتون راجع به این نگرش چیه و چه استنباطی دارید؟ ببینید، اینکه دولت‌های غربی تروریسم رو به وجود آوردن به نظر من تبلیغات ضد غربی است که واقعیت چندانی نداره. یعنی مشکل رو، یعنی آدرس غلطی، آدرس اشتباهی برای حل یک مشکل درونی. جهان اسلام مشکلش در ایدئولوژیش هست، اما این ریشه های تروریسم اسلامی در مذهب اسلام هست، در تاریخ اسلام هست، در قرآن هست، در هر شبت که برداشت علمای اسلام از قرآن و حدیث و سنت پیغمبر اسلام هست، تاریخ اسلام هست. این که ما این رو بخوایم غربی ها رو سرزنش بکنیم به خاطر این تروریسم اسلامی، به نظر من آدرس غلط دادن به یک مسئله است که واقعیت نداره. اینکه امریکایی ها عرصبت که نمیدونم آخونده رو آوردن روی کار و اینها، اون هم بحثایی است که حالا اینجا جاش نیست، ولی اون بحثیست جدا که اون انقلاب رو اصلا کیا به وجود آوردن، کیا نه آوردن، کیا سرشون کلا رفت، کیا نرفت، کیا هم دزدیدن ندزدن، اون های بحثایی جداست که فکر کنم که الان وقتش اینجا بشه. اینکه ببینید، اولا این محدودیت ابدی نیست، یعنی خود این دستورالعمل هم موقتی است، یعنی خود اصل این دستورالعمل موقتی است، یعنی گفتن تا چند ماه ما باید وایسیم ببینیم که چه میشود. همونجوری که آقای جوادی فرمودن، به هر حال امریکا یک کشوری است که بر اساس قانون رفتار میکنه و یک فدرال جاج در همین شهری که ما هستیم امقدر قدرت داره که بتونه دستورالعمل رئیس جمهور رو عرصبت که حد موقت هم که شده این رو کلم یکن اعلام بکنه، محدودش بکنه، اجراش رو عرصبت متوقف بکنه تا اینکه دادگاه بالاتر بخواد تصمیم بگیره که ببینه واقعا این درست هست یا نیست. به هر حال این نظر یک قاضی است و کاملا هم محترم هست، دولت هم محترم شمرده، اپیل کرده، حالا تا ببینیم اون پروسه به کجا میرسه و در نهایت احتمالا اونجایی که خیلی ها پیش بینی میکنن به دیوان عالی قضایی بره و ببینیم اونها چه تصمیمی خواهند گرفت، که آیا این برخلاف قانون اساسی هست یا نیست و به چه شکل هست که چیز بشه. بده ولی به هر حال شبت که من اینو تصور نمیکنم که این مسئله
اونچنانی که خیلی ها چیزش میکنن نجات پرستانه باشه یا ضد اسلام باشه، همونجوری که عرض کردم اکثر مسلمان ها شامل این محدودیت نمیشن، اکثر نژاد های دنیا شامل این چیز نمیشن. با تشکر از اتاق فرمان، من میگم بیش از 10 دقیقه به پایان برنامه نمونده. من راجع به ایران هم میخواستم نظرات شما مهمانان برنامه امروز رو جویا بشم، ولی قبل از اینکه راجع به ایران بپردازیم در ارتباط با همین مسئله امنیت، نظر علی جوادی هم خواستم جویا بشم. علی جوادی، مطرح میشه که ترامپ این مسئله رو در واقع مطرح کرده به خاطر حفظ امنیت داخلی مردم امریکا از تروریسم، و کشورهایی هم که در واقع مد نظر این اقدامات هست کشورهایی هستن که پایه در واقع دارن اسلام سیاسی و تروریسم اسلام سیاسی رو در سراسر دنیا ساپورت میکنن و اقدامات تروریستی از طریق این کشورهای معین داره صورت میگیره، و فرمان اجرایی ترامپ هم موقتی دائمی نیست و برای مبارزه با تروریسم اسلام سیاسی راه حل دیگه‌ای مقابل ترامپ نبود مگر اینکه این اقدامات رو در دستور کارش قرار بده. شما نظرتون چیه؟ من مخالفم. ببینید، سوال اولیه اینه که آیا برای حفظ امنیت مردم از میلیتاریسم جنگ طلب، از تجاوز و قلدری و زورگویی در سطح جهان، مثلا در رابطه با اسرائیل، مثلا در رابطه با میلیتاریسم آمریکا، مردم دولت‌های کشورهای دیگه باید مردم آمریکا و یا مردم این کشورها رو بمباران کنه؟ اگر این سیاست موجه نیست، قابل قبول نیست، در اعتراض قرار میگیره، سیاستی که ترامپ هم انجام داده مورد اعتراض قرار میگیره. ولی نباید به هر دوی این سیاست‌ها گفت. باید گفتش که برای حفظ امنیت مردم، چه از تروریسم چه از میلیتاریسم، راه دیگه وجود داره، استراتژی دیگه وجود داره، و اونم این هست که به هر درجه که آزادی، حقوق مدنی، رفاه، برابری انسان‌ها، رفع تبعیض در سطح جهان گسترده‌تر بشه، به هر درجه که به مبانی زندگی روزمره مردم تبدیل بشه، تروریسم ریشه‌هاش خشک‌مانده میشه. تروریسم اسلامی و همچنین میلیتاریسم جنگ طلب آمریکا و متحدینش، ناتو و غیره. اما کسانی که خودشون نقش داشتن در گسترش تروریسم در سطح جهان، فراموش نکنیم که بن لادن در زمره مواجه بگیران سیایه بود. اولین کسی که جهاد اسلامی رو حکمش رو صادر کرد برژنسکی در پشاور بود، که به اصطلاح مجاهدین افغانی رو مجهز کرد و به جان مردم در افغانستان انداخت. اینا کسانی هستند که روی دیکه تروریسم هستن، کسانی که بمباران ها رو انجام دادن، کسانی که عراق رو شیرازه شو در هم شکستن و امروز به دنبال تکرار اون فاجعه در جامعه ایران هستن، نمیتونن مدعی امنیت آسایش برای مردم باشن. همگان میدونن، آقای شاهین آریا هم فکر میکنم قبول بکنن، که حمله و تجاوز میلیتاریستی به عراق نه تنها زمینه های امنیت مردم آمریکا رو گسترش نداد، بلکه باعث گسترش تروریسم چه در سطح خاورمیانه و چه در سطح جهانی و اروپا و فجایعی شد که ما همه شاهدش بودیم. تروریسم اسلامی و میلیتاریسم جنگ طلب دو روی یک سکه هستند. تنها یک سیاست انسانی، آزادی خواهانه، برابری طلبانه، رفع تبعیض هست که میتونه اونها رو کنار بزنه و حاشیه‌ای بکنه. مرسی علی جوادی. شایان آریا، اخیراً کاخ سفید اعلام کرده که حکومت دیکتاتوری مذهبی ایران از خط قرمز عبور کرده. دونالد ترامپ هم در پیام‌های توییتریش از مسئله تحریم اقتصادی دفاع کرده و بعدم از این صحبت کرده که ایران داره با آتش بازی میکنه. برخی مطرح میکنن که خطر جنگ ممکنه بر سر جامعه ایران بگرده. می‌خواستم نظر شما رو در ارتباط با تحریم اقتصادی که اخیراً دولت امریکا بر علیه ایران تشدید کرده و مسئله خطر احتمالی جنگ، نظر شما رو جویا بشم. اشاره که خطر احتمالی جنگ مدت هاست وجود داره به خاطر اعمال جمهوری اسلامی، ولی اینکه سیاست آقای ترامپ کلن با اونچه که قبلاً هم با هم صحبت کردیم راجع به این قضیه با دولت‌های قبلی متفاوت هست، هیچ شک و تردیدی نیست. ولی اینکه آیا واقعا جنگ بشه یا نشه، اون به قول معروف اون توپ در زمین جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی است که با کارهاش، اعمالش میتونه یک جنگ رو به پا بکنه یا اینکه این جنگ رو جلوش رو بگیره.
حالا اینها اگر به این اعمالشون ادامه بدن، موشک پراکنی هاشون رو ادامه بدن، به تحریکاتشون در خلیج فارس بر علیه کشتی های عرشبت که امریکایی ادامه بدن و خیلی کارهای دیگه که کردند و میکنند، اینها رو ادامه بدن، خب احتمال اینکه یک جنگی در رخ بده و درگیری نظامی پیش بیاد زیاد هست. برای همین هم هست که ما سالهای سال هست که از مردم میخوایم که بر علیه این حکومت به پا بخیزن، این حکومت رو از بین ببرن، به خاطر اینکه این حکومت نه تنها داره چه با ماندنش چه با از کارهایی که میکنه، اگه بخواد با جنگ از بین بره، شیرازه های مملکت رو داره از بین میبره. اگه با معذرت میخوام، به خاطر روشن شدن نظرتون، در صورت بروز احتمالی جنگ موضع شما چه خواهد؟ ما موضعمون، ما همیشه مخالف جنگ بودیم، هنوز هم هستیم و تمام کارهایی که تا به حال انجام دادیم و از این به بعد هم انجام میدیم در راستای این خواهد بود که ما عرشبت که جلوی جنگ رو بگیریم و از مردم ایران دفاع بکنیم. ولی اینکه البته من این جنگ رو به اون شکلی که خیلی ها نگرانش هستن الان در حال حاضر واقعا نمیبینم. احتمالش هست ولی اونچنان نزدیک و محتمل به نظرم نیست که همین حالا فردای اوی جنگی بشه. ولی به هر حال ما با جنگ مخالف بودیم، هستیم و امیدواریم که جنگ نشه، و برای همین هم هست که مردم رو تشویق میکنیم که اینها بر علیه جمهوری اسلامی به پا بخیزن، هر چه زودتر این حکومت از بین بره، مملکت به دست مردم ایران از بین بره، هم خطر جنگ کمتر میشه و هم خطر نابودی ذره ذره‌ای که الان ما داریم میبینیم تمام شیرازه‌های مملکت داره از هم میپاشه کمتر میشه و از بین میره. برای همین هم هست که مردم باید از همین امروز به فکر یک آلترناتیو معقول، عملی و مفید برای کشورمون باشن و بلکه بتونن این مملکت رو از این فاجعه‌ای که در انتظارش هست، حالا چه با ماندن جمهوری اسلامی چه با رفتنش به وسیله جنگ و اون ریزی و این چیزها در انتظار ایران هست، ایران رو از این فاجعه نجات بده. علی جوادی، شما در ارتباط با همین مسئله تشدید تحریم اقتصادی از طرف دولت جدید امریکا و مسئله خطر احتمالی جنگ، شما چشمانداز خطر احتمالی جنگ رو چجوری میبینین و در صورت بروز جنگ کدوم طرف فکر میکنین باید ایستاد؟ در مقابل هر دو طرف باید ایستاد، برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در مقابل سیاست جنگ طلبانه میلیتاریست. در یک کلام جوهر سیاست ما این هستش، ما سیاستمون برای رسیدن به آزادی و برابری و رفاه در جامعه ایران مستلزم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی توسط مردم، توسط کارگران، زنان، مردم و آزادی خواه هستش. اما در این حال هیچ گونه همسویی با جنگ طلبی و میلیتاریسم نداریم. چرا؟ در این حال به این خاطر که جهر در صورت وقوع جنگ، جمهوری اسلامی براش جنگ یک مائده آسمانی خواهد بود که از جنگ برای قیچی کردن مبارزات مردم، برای تعرض به اعتراضات مردم که امروزه سیمای جامعه رو تعرضات اجتماعی گرفته بر علیه جمهوری اسلامی، ابعاد در عرصه کارگری، در عرصه جوانان، در عرصه زنان، در پرستاران، سالمندان، بازنشستگان و تمامی بخش‌های مختلف جامعه در حال جوش و خروش بر علیه جمهوری اسلامی. خطرش رو چقدر واقعی می‌بینین؟ خطر جنگ خطر می‌بینم به این اعتبار که سیاست بین‌المللی ترامپ و ترامپیست در دوران اخیر مبتنی بر این هستش که روسیه پوتین رو از دستور تقابل آمریکا در سطح بین‌المللی خارج کنن، اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی در رأس اسلام سیاسی رو در صدر محور شرارت قرار بدن و بتونن مقابله نظامی رو باهاش سازمان بدن، بتونن افزایش بودجه نظامی آمریکا رو توجیه کنن، بتونن برای تحکیم موقعیت ارتجاعی یا آمریکا در سطح جهان و قلدری و زورگویی به مساف به اصطلاح جمهوری اسلامی بدن. این من واقعی میبینم. اما آقای آریا اشاره کردن که مسبب جنگ جمهوری اسلامی هست. من میگم مسبب جنگ هر دو نیرو هستن، چه آمریکا و چه جمهوری اسلامی. همونطوری که در عراق به اصطلاح تبلیغاتی که صورت گرفت مبنی بر اینکه عراق فاجعه خونین 11 سپتامبر رو سازمان داده و 7 روز بعدش تصمیم حمله به عراق رو گرفتن، اینها هم تبلیغات و پوچی هستش که سازمان میدن
سیاست جنگی نه بر مبنای یک اتفاق، بلکه بر مبنای یک استراتژی عمومی نظامی در سطح جهانی در حال شکل‌گیری هستش. به نظر من راه سوم این هستش که مردم به پاکیزان و سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، چه جمهوری اسلامی رو باید به زیر کشید و همچنین سیاست قلدری و جنگ‌طلبی آمریکا و متحدینشون باید محکوم کرد و در مقابلش ایستاد. مرسی. مهمانان برنامه امروز آقایان علی جوادی و شایان آریا، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه رو در رو قرار دادید. با سپاس از شما و آقای جوادی. منم تشکر میکنم از شما و آقای شایان آریا. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم بابک یزدی براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی رو در رو که بار دیگر با شما خواهیم بود. شب و روزتون خوش.